بيعة العقبة. بيعة عقبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كثر الضغط عليه والتعذيب له والإيذاء له وللصحابة رضي الله عليهم. زمانی رسید که اذیت و آزار اهل مکه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیروان ایشون صحابه بزرگوار رضوان الله علیهم اجمعین به اوج خودش رسید و زیاد شد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل يقتنم اوقات المواسم اوقات الحج في ان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى هذا الدين. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زمانهای خاصی همچون موسم حج رو غنیمت می شمردن تا در این ایام که مردم به مکه می اومدن اونها رو به اسلام دعوت بدن. یبحث عن من ینصر النبی صلی الله علیه و سلم لتبلیغ هذا الدین. بر رسول خدا صلی الله علیه و آله هم در این میان در جستجوی کسانی بودند که به ایشون برای دین و دعوت دین نصرت برسونند. جاء الى الموسم من المدینه. در این موسم گروهی از مدینه به مکه آمدند. الاوس والخزرج. قبایل اوس و خزرج افرادی از این دو قبیله. عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الدين. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دین اسلام رو بهشون عرضه نمودند. وان ينصروا. و خواستار نصرت و یاری اونها شدند. فكانت البيعه من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته. اونجا بود که شماری از اونها نمایندگان اوس و خزرج با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیمان بستند و بیعت کردند که ایشون رو یاری بدند. ثم رجعوا للمدینه. سپس به مدینه برگشتند. و بدا الاسلام ينتشر. و اسلام شروع به انتشار و گسترش کرد. ثم رجعوا في الموسم الثاني وكانت البيعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. و در حج سال بعد به مکه اومدند و اونجا بود که پیمان و بیعت دوم روی داد. نعم و به هذا بدا النبی صلی الله علیه و سلم یستعد للهجره من مکه الى المدینه. و از اینجا بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای هجرت از مکه به مدینه آمادگی کردند و این سرآغاز هجرت اون بزرگوار بود.